نمیدونم چی به من قدیم گفت برو نون بازی تو بخور، بعد به این میگفتن برو نون سفر تو بخور. سلام، خیلی مخلصیم، خیلی شکریم اومدم با فیلم مورچه خار. قبل از اینکه بریم ببینیم مثلا این فیلم ارزش دیدن داری یا نه، لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله کنارش هم بزن. اما فیلم مورچه خار، مهدی کوشکی رو یادتونه؟ همون یکی یه مدت با ریحان پارسا تیک زد و کلی حاشیه ساز شد. بازیگر نقش اصلی فیلمه که این شروع یه پایان تلخه. رضا شفیع جم، مارال فرجاد، نسرین مقالو و لیندا کنی مابقی بازیگراش هستن که عموما بازیگرای ناماشنای سینما و تلویزیونن. هر کی فالوورش بالاتره پیداش کن منو بیار. من شاخم. حالا که متوجه شدیم کیا بازی کردن، داستانشون هم بهت میگم. مردی که علاقه به فضای مجازی نداره، پاش به اینستاگرام باز میشه و تو مدت کوتاهی تبدیل به شاخ مجازی میشه. داستانش پیچیدگی خاصی نداره و یه موج سواری رو موضوع ترند دو سال اخیره که دیگه فکر کنم فاتحش با فیلده شدن اینستا خونده است. ولی به هر حال پارسال دغدغه خیلی از اسکولای مجازی بود. شاهد احمدلو که هم به عنوان بازیگر هم به عنوان کارگردان چهره پرکاری تو سالهای اخیر سینما بوده، اومده و این فیلم رو ساخته. از ساختهای قبلیش بخوام اسم ببرم، چم میگیری گریه کنی و آقا و خانم سنگی باید اشاره کنم که نشون میده کارنامهش بالا پایین زیاد داره. شماها چجوری معروف شدید؟ Got a letter from a fan that said he's been praying for me every day for some reason it's been laying on my mind. اگه نظر کلی من رو راجع به این فیلم بخواید بدونید، باید بگم هر احمقی با یه موبایل و چند تا نابازیگر میتونست اثر بهتری بسازه. به نظر میرسه که فیلمسازی در حال تبدیل شدن به یه شوخی دوره همی تو سینما ایرانه. به طور عجیب و نگران کننده کیفیت آثار سینمای ایران رو یه جورایی کاهش پیدا کرده و حتی اصول اولیه ساخت یه فیلم سینمایی در اون رعایت نمیشه. مورچه‌خوار حتی با ارفاقم نمیتونم به عنوان یه فیلم سینمایی دستبندیش کنم و اصلا توصیه نمیکنم براش وقت بذارید. حیف وقت و پول که خرج این اراجیف بشه. فیلم خوب کم نداریم، ولی هر از گاهی باید بیام شروورای سینما هم معرفی کنم که خدای نکرد سمتش نری تو وقتتون یه جورایی تلف نشه. امیدوارم که دونسته باشم کمکتون کنم در انتخاب بهتر فیلم. مثل همیشه سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن. دم همتون گرم، تا بعد، خدا حافظ شما.